خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. در هر کشوری مرسومه، همیهنان گرامی، که در پایان سالی که بهش اعتقاد دارن، در اکثر کشورهای جهان بعد از هر ژانویه‌ای دولت‌ها و ملت‌ها و خبرگزاری‌های مختلف جهان راجع به کارنامه اون کشور و بیلان کارش صحبت می‌کنن که آیا بیلان کار اونها در زمین‌های اقتصادی، سیاسی، رفتار با ملت‌هاشون و مهمتر از همه اقتصاد چه نقطه ضعف‌هایی داشته، چه ترقیاتی داشته، چه پیشرفت‌هایی داشته، و اینها رو مقایسه می‌کنن با سال‌های قبل، با سال قبل، و بعد نتیجه گیری می‌کنن. در میهن بلازده ما ایران، همیهنان گرامی، 32 سال آزگاره که ما هر سال بیلان این رژیم رو با سال قبل که مقایسه می‌کنیم، جز حسرت، جز ناراحتی و جز سرخوردگی چیز دیگری نمی‌بینیم. من شما رو رجوع میدم به 32 سال گذشته میهنم. راجع به رفتار رژیم با مردم مظلوم میهن، اقلیت‌های دینی مثل زرتشتیان، مثل یهودیان، مسیحیان و مهمتر از همه بهائیان که مظلوم‌ترین مردم میهن ما هستند و مورد شدیدترین ظلم های ممکن قرار گرفتن در یک کشوری که سابقه تاریخی 7000 ساله داره. کشوری بوده که در زمان، در دورانی مثل دوران هخامنشی، مثل دوران ماد، مثل دوران ساسانیان، مثل دوران اشکانیان، همینطوری میاین تا همین اواخر، رفتار مردم و حکومت با اقلیت‌های مذهبی رفتار بسیار محترمانه بوده، به جز قسمت‌هایی از تاریخ که برمی‌گرده به دوران قاجاریه، به دوران صفویه، که اینها رفتار حیوانی داشتن، اونا رو باید مستثنا کنیم. همه شما تاریخ رو خوندید، آگاهی دارید که بیشتر اقلیت‌های مذهبی توانسته بودند با صلح و صفا با مردم زندگی کنند، با مسلمانان. گفتم ایدئال نبوده به جز یک دوران از تاریخ ما، ولی قابل قبول بوده. اگر به نسبت در مورد کشورهای دیگه و حکومت‌هایی که در ایران مستقر بوده سنجیده بشه، ما می‌بینیم که ایرانی‌ها نمره قبولی می‌گیرن. 32 سال آزگار همیهنان گرامی، 32 سال آزگار که در میهن ما حکومتی مستقر شده که احترام به ادیان اصلا در فکر زمامدارانش وجود نداره. یک مروری باز این 32 سال گذشته نشون میده که اینها سر آشتی با مردم میهن ما، که بجز شیعه‌ای که اینها بهش اعتقاد دارن، با سایر ادیان، حتی با سنی ها، حتی با خود شیعیان که مورد قبول، اینها رو قبول ندارن،
نگاه کنید آقای کاظمنی بروجردی، نگاه کنید به دراویش گنابادی، اینا مثل اینا دوازده امامی هستن، شیعه اثنا عشری هستن، همه چیزهایی که مورد قبول اینها هست مورد قبول اونا هم هست، مورد قبول طرفداران آقای کاظمنی بروجردی و دراویش گنابادی. ولی دشمنی هایی که با این دو دسته و این دو تشکیلات اینا انجام دادن بی نظیر هستن. شما نگاه کنید اینا چه رفتاری با آقای کاظمنی بروجردی یا بروجردی کاظمنی کردن و طرفدارانش. چرا؟ چرا اینقدر اینا رو کشتار کردن ازشون؟ چقدر اینا رو مورد زجر و شکنجه قرار دادن؟ حتی وکلای مدافعشون. و الان نگاه کنید با خود آقای کاظمنی بروجردی یا بروجردی کاظمنی، حالا فرق نمیکنه این برام. چرا؟ فقط به خاطر اینکه آقای بروجردی بارها و بارها گفته دولت، دخالت مذهب در دولت فاجعه بوده و برای حفظ دین و احترام به دین بهترین کار اینه که یک کشوری به طور سکولار اداره بشه، نه مذهب درش سهم داشته باشه. این از گفته های آقای بروجردیه که میگه وقتی که یک رژیمی مخلوط میشه با مسائل مذهبی، اونجایی که کمیتش لنگ میمونه شروع میکنه به روایت ساختن، شروع میکنه به آیه آوردن و شروع میکنه کار خودش خدایی انجام دادن، خدایی قبولاندن به مردم، کاری که هم خمینی کرده و هم علی خامنه ای. آقای خمینی در سخنرانیهاش میگه اگر روزه نبود، اگر گریه نبود، اسلامی هم وجود نداشت. منظور ایشون نه اسلامه، بلکه ملاها و روزه‌خوان‌ها رو میگه. راست هم میگه، اگه محرم نبود و نمیدونم عزاداری و تو سرزنون نبود و غم زدن و زنجیر زدن نبود و خرافات نبود، خب کمیت آخونده لنگ میمون دیگه. راجب چی باید صحبت میکردن؟ این رژیمی که الان مستقره و دائم از عدل علیگونه صحبت میکنه، از عدالت در اسلام صحبت میکنه، از اینی که اسلام راه رستگاری رو برای مردم جهان باز کرده صحبت میکنه، خب مردم میبینن همه اینا افسانه و سراب بوده، همه اینا دروغ بوده. عدل علیگونه شونو دیدیم، آقای جلال الدین فارسی میره یه آدمی رو میکشه، این دستگاه علیگونه اینها، عدالت علیگانشون، علیگونشون، عدالت اسلامیشون طوریه که آقای جلال الدین فارسی رو که در حضور چندین نفر یک کشاورز معلم سابق کرجی رو میکشه آزادش میکنن، میگن قسم بخور، قسم میخور آزادش میکنن. پسرای آقای فلاحیان، پسر آقای فلاحیان، دو تا از سرداران قوای اسلام رو روز روشن که تعقیبش میکردن با یه دختری بوده و ازش میپرسن این کیه، همطور که سایر مردم رو مورد آزار قرار نمیشناختن، البته اسلحهشو میکشه هر دو اینا رو میکشه، اصلا حتی جلبش نمیکنن. فاضل خداداد رو از آمریکا فرا میخوانن، در یک دزدی 1500 میلیارد تومانی که آقای برادر آقای محسن رفیق دوست وزیر سپاه، رئیس بنیاد مستضعفان، درش سهم عمده داشته، اولین کسی بوده که این پولها رو بالا کشیده به کمک یه خانم دیگه. آقای فاضل خداداد رو میخوان که اصلا تو این جریان یه سهم خیلی خیلی کوچیکی داشته، بهش میگن آقا تو بیا یه سوء تفاهم رد کنیم، برادرش آقای حسین خداداد اینجاست،
من دلم میخواد یه روز این آقای خداداد رو بیارم در این برنامه و راجع به پرونده آقای فاضل خداداد صحبت کنیم. میارنش اونجا، از اون ته میارنش اول، محکوم به اعدامش میکنن، میکشنش و برادر آقای رفیق دوست رو آزاد میکنن، یعنی محکومش میکنن، بعدم آزاده، از همون اولم آزاد بود. اینا رو من هی تکرار میکنم همینانی گرامی، برای اینکه فراموشی تاریخی پیدا نکنیم، یادمون نره. و صدها نمونه آقای سعید مرتضوی جانی رو که در زندان کهریزک به کمک آقای احمدی مقدم، آقای رادان و به دستور شخص خامنه‌ای صدها نفر از مردم رو مورد زجر و شکنجه قرار داد، بعد بردن توی کهریزک 4-5 نفر رو کشتن علنن و بقیه هم نابود کردن برای اینکه نبادا این پرونده مطرح بشه، از جمله دکتر پوراندرجانی. آقای سعید مرتضوی رو بعدن دیگه چنون گندش در میاد، چون یکی از عوامل خودشون پسرش بوده دیگه، میدونین آقای روح الامینی، ایشون رو میگن تحت تعقیبه. و این آقای لاریجانی یکی از شرایطش برای قبول پست ریاست قوه قضاییه اینه که ایشون دیگه سمتی نداشته باشه. و آقای احمدی نژاد، دولتی که طرفدار مستضعفین به قول خودش، میاد ایشون رو برمیداره میکنه رئیس مبارزه، کمیسیون مبارزه، نهاد مبارزه با ارز قاچاق و قاچاق. و بعدم آقای محسنی اژه‌ای در یک سوال جوابی که خبرنگاران باش میکنن میگه ایشون پروندهش هنوز مفتوحه. درست در یه همچین شرایطی احمدی نژاد، یکی از بزرگترین نهادهای مالی و اقتصادی مملکت، یعنی بیمه های اجتماعی رو در اختیار ایشون میذاره، ایشون هم میره تو اون طبیله مجلس و از طرحاش صحبت میکنه. همین چند روز پیش که دیگه فریاد این کسانی که در اون طبیله هستن در آمده که آقا دیگه بی اعتنایی به قانون و بی اعتنایی به مردمی که دیگه از اول شاهد بودن این جوانی چه کار کرده، حالا خانوم زهرا کاظمی رو کشته، نمیدونم صدها اینا رو بذاریم کنار، همین جریان کهریزک که مقام معظم روضه‌خوان بزرگ گفت من اجازه نمیدم کسانی که کارهای خلاف کردن همچنان به کارشون ادامه بدن و من این مسئله رو پیگیرش هستم. آقای احمدی نژاد اومده ایشون رو یک سمتی داده که میلیاردها پول بهداشت و بازنشستگی و مسائل دیگه در اختیار ایشونه، ترفیع درجه بهش دادن، یعنی دهنکجی به مردم ایران. حالا بس کشیده شد این ورو بر. اینم حکومت عدل علی، این در زمینه عدالتشونه. همینانی گرام، آقای سحرخیز از آقای محسنی اژه‌ای شکایت میکنه به دلیل اینکه در دادگاه اومده قندون پرت کرده سمت ایشون، بعد گوش ایشون رو گاز گرفته، پزشک قانونی تایید کرده، برای ایشون درمان تعیین کرده. آقای سحرخیز به این دلیل از ایشون به قوه قضاییه حکومت عدل علی و اولین حکومت الله بر روی کره زمین شکایت میکنه و پرونده رو اصلا بهش رسیدگی نمیکنه. آقای محسنی اژه‌ای رو چنون ترفیع بهش میدن، میشه وزیر اطلاعات، بعد میشه نمیدونم دادستان کل کشور، سخنگوی قوه قضاییه و از این صحبت رو، در حالی که دستش در بسیاری از فتواهای قطرها کاملا بازه. آقای مصطفی پور محمدی، وزیر محترم سابق کشور، وزیر نامحترم سابق وزارت اطلاعات، معاون وزارت اطلاعات که الان رئیس بازرسی کلیه، یکی از جوانیانیست که دستش به خون مردم میهن ما در جریان کشتارهای سال 57 آغشته است، شغل مهمی داره. آقای، از خودشون دارم مثل میزنم، از کسانی که در خودشون بودن، آقای تاجزاده معاون وزارت کشور، مسئول انتخابات، در زمان انتخابات میاد میگه که آقا این آقای جنتی رئیس نمیدونم دبیر شورای نگهبان، ایشون تقلب کرده، مدارک نشون میده، در دادگستری شکایت میکنه.
آقای تاجزاده رو میگیرن زندانی میکنن، آقای جنتی نه تنها دستش بازتر از گذشته، خیلی بازتر، بلکه خط میده به رژیم، خط میده به مقام معظم روزخانه بزرگ. در مورد کروبی و موسوی میگه، میگه هر نوع رابطه اینها رو با مردم باید قطع کنیم، اینا نتونن به مردم اعلامیه بدن. چی میگه اینا؟ اینایی که میگن احمدیش، بله همین مردک، میگن احمدی نژاد با 27 میلیون رأی مردم آمده رو کار، ولی شما اگه ریگی به کفشتون نیست، خب حالا این آقای کروبی آقای موسوی اعلامیه بدن، مردم هم دعوت کنن. خب کسی نمیاد، چرا میترسی؟ این که زمینه‌های عدالت اجتماعی شونه، عدالت، یعنی در این حکومت علی گونه، در این حکومت اولین حکومت الله بر روی کره زمین، باید قانون چنون اجرا بشه که هیچ شکی در عدالت این رژیم وجود نداشته باشه. ولی مردم به ریش اینا میخندن، یه عده جوانی میان دانشجوها رو میکشن، دانشجوها رو میبرن تو دادگاه محکوم میکنن به زندانهای طویل المدت، اون جانیانو بهشون ترفیع درجه میدن، بهترین شغلارو بهشون میدن، موقعیتای عالی بهشون میدن، دیگه بهتر از این میخواین؟ این راجب مسائل قضایی. اما راجب اقتصاد چی بگیم؟ بیلان کار یک سال گذشته، حالا از اول حکومتشون نمیگم، چی بوده این بیلان؟ این آقای دروغگوی احمدی نژاد همین چند ماه پیش بود گفت من سالی 2.5 میلیون نفر رو میخوام براشون شغل ایجاد کنم و در پایان سال 2.5 میلیون نفر رو من میخوام به کار بگمارم، همونطور که سال قبل 1.7 میلیون نفر رو به کار گماشتم. این نمایندگان طویله مجلس میان داد و بیداد که آقا این دروغ میگه، اصلا همچی چیزی امکان پذیر نیست، در حالی که 75% کارخانجات ایران برشکستن، صدها نفر کارگر، هزاران نفر کارگر بیکارن و هزاران کارگر 8 ماه 9 ماه حقوق نگرفتن، چجوری این آقا میخواد 2.5 میلیون شغل ایجاد کنه و چجوری 1.7 میلیون 700,000 نفر سر کار گذاشته؟ و دوباره هفته گذشته گفته من در پایان ریاست جمهوری در سال 92 بیکاری رو ریشه‌کن میکنم، ولی من به شما قول میدم تا سال 92 که انتخابات ریاست جمهوری قرار برگزار بشه این ریشه ملت رو میخشونه، همونطور که دارن این کار میکنن، ریشه اقتصاد مردم ایران رو. کار به اونجا رسیده، دبی، آذربایجان، ارمنستان، نمیدونم، پاکستان، افغانستان، عراق، این کشورهایی که نیمبند با جمهوری ترکیه با جمهوری اسلامی میلاسیدن، چین، روسیه، همه اینا واردات نفتشون رو از ایران نه تنها نصف بلکه سورس و حالا دیگه دارن به کلی قطع رابطه نفتی میکنن. اقتصاد ایران زمینگیر شده، اینو من نمیگم، اقتصاددانای خودشون میگن، فاجعه است. روزنامه هاشون، سایت های طرفدار خود رژیم نوشتن امسال در ایام عید نوروز قیمت ها مثل موشک رفته بالا، مردم نمیتونن حتی مراسم باستانی عید نوروز رو برگزار کنن، سفره ها خالیه، مردم در فقرن، اکثریت جامعه زیر خط فقر دارن میرن. از همه مهمتر، همیهنانی گرامی، اصلا لازم نیست که صحبت ها رو بکنیم، پول ملی ما تومان ریال در عرض 8 ماه 2 برابر ارزش رو از دست داده. این کافی اصلا برای اصلا لازم نیست شما دیگه راجع به این مسائل صحبت کنید، این دوتا رو مقایسه کنید. سال گذشته دلار بوده فرض کنید 1000 تومان، حالا شده 2000 تومان، دیگه بهتر از این میخواین؟ این زمینه اقتصادیشون. اما یه مسئله مهمتر از همه،
چرا اینا اینقدر دشمنن با سنی ها، با بهایی ها، با یهودی ها، با مسیحی ها، با زرتشتی ها، با کی نه، با درابیش گنابادی؟ همچی چیزی در دنیا بی سابقه است که یک رژیم اینطوری در بیفته با مردم. شما این درابیش گنابادی رو نگاه کنید، در عرض همین چند سال گذشته که این رژیم تو مملکت ما داره تمام اون چیزایی که برای مردم ما مقدس بوده نابود میکنه و مردم به وضوح میبینن که از دین وسیله ابز، به وسیله دین اینا دارن یک حکومت قبرستانی در مملکت ما ایجاد میکنن، نه تنها از اسلام فرار دارن میکنن، حالا درست یا غلط، بلکه دارن خودشون رو با رفتن به طرف دراویش گنابادی، به طرف باهائیت، به طرف مسیحیت، چون بعضی ادیان هستش که نمیپذیره، مثل یهودی نمیپذیره کسی بیاد وارد دینش بشه. زرتشتی هم اینطوری بودن، حالا اخیراً یه مقداری نرمش پیدا کرد، ولی باهائیت و مسیحیت تبلیغ هم میکنن. و خب دراویش گنابادی هم در این خانقاه هاشون، حسینی هاشون بازه به روی مردم، چون دین جدیدی ندارن ولی تفسیر دیگری از دین دارن. وحشت اینا از اینه نمیرن سرچشمشو که گلالوده درست کنن، بلکه میان با کتک زدن، شکنجه دادن، زندانی کردن، کشتن دراویش گنابادی، بهایی ها و سایر ادیان جلوی اقبال مردم رو به طرف اینا بگیرن. ببینید چقدر این سیاست احمقانه است، ببینید چه رفتاری کردن. آخه میشه در دنیا شما فکر بکنید چه یه آدمی رو 300 هزار تا بهایی، ما هموطنان اون بهایی هست، و روز به روز اقبال مردم به اینا بیشتر بشه. من بیرون میبینم، بیرون از ایران بریم ببینید چه خبره. اینها، این کس هموطنان بهایی ما رو از تحصیل محروم میکنن، بی نظیره، در دنیا سابقه نداره، از کار محروم میکنن، خانه ها و اموالشون رو ضبط میکنن، مصادره میکنن، اونها رو زندانی میکنن. اینها میان دانشگاه های خانگی درست میکنن، میریزن همشون رو میگیرن، تمام درها رو به روی اینا میبندن، حتی قبرستان های این هموطنان ما مسئول از تعرض اینا نیست. آخه اینا رو کجا میشه گفت و کجا میشه پیدا کرد؟ بعدم نگاه کنید آثار تاریخی میهن ما، یعنی شما هر جا که دست میذارید جز خرابکاری، جز نابودی، جز کارای وحشیانه درش نمیبینید. روابط سیاسی اینا با کشورهای اطراف، با افغانستان متشنج، با پاکستان متشنج، با عراق حتی متشنج، با آذربایجان متشنج، فقط ارمنستان یا تا به حال با امارات متحده عربی، با نمیدونم قطر، با عربستان سعودی، با عمان، با همه اینا هم نتیجه سیاست خارجیشونه. حالا آمریکا و نمیدونم اینا، حتی به روسیه پشت میدن، به چین هم پشت میدن. 32 سال آزگار این روس ها قرار این سایت اتمی بوشهر رو درست کنن، 32 ساله که نصفش در زمان رژیم گذشته تمام شده بود، هنوز به پایان نرسیده. میلیاردها دلار پول این روس ها از رژیم جمهوری اسلامی گرفتن، باج گرفتن، ولی هنوز یه سایت بوشهر رو درست، حالا میخوام 15 تا دیگه سایت اتمی هم بسازن. و این تحریم ها، تحریم هایی که یقه مردم میهن ما رو گرفته و فقر و بیچارگی روز به روز بیشتر و بیشتر میشه، و عوارض حکومتی که سیاستاش امروز به فرداست، نه دید عمیق داشتن و آینده نگری، هیچی، اینا اصلا مسخره است در رژیم جمهوری اسلامی. این گرانی ایام عید، روزنامه های خود ایران نوشتن آقای احمدی نژاد طوری برخورد میکنه، طوری جا خالی میده، مثل که اصلا پاسخگو نیست.
اینا مردم رو نمیخوان پاسخ بدن بهشون، اینا فقط از همدیگه سند دست میارن، کسب میکنن که بزنن همدیگه رو خونسا کنن، کارهای همدیگه رو. احمدی نژاد از مقام معظم روزخان بزرگ مدرک جمع میکنه برای اینکه او رو بزنه، او به اطرافیانش میگه از احمدی نژاد و دزدیهاش مدرک جمع کنن. بنابراین مردم این وسط اصلا نقشی ندارن. انتخاباتشون هم که دیدی، انتخابات مسخره سال 88 مسخره تر سال 90 انتخابات مجلس شورای اسلامی. این همینان گرام. حالا این گزارش رو من ادامه خواهم داد. دیشب در برنامه هم همینان گرامی بذارین ایام نوروزه، چقدر از این چیزها بگیم، این از ناامیدی بگیم، از امیدم صحبت بکنیم. من خیلی به ایران امید دارم، به نسل جوان امید دارم همینان گرام، خیلی زیاد. و این خوشبینی بی‌معنی نیست، بی دلیل نیست. من به شعور، پشتکار و علم و خرد جوانای ایرانی خیلی اعتقاد دارم، خیلی زیاد. و میدونم آینده ایران آینده بسیار درخشانیه، شعارم نمیدم چون اعتقاد دارم بهش. حالا در حالی که نوروز رو همه کشورهای اطراف که یک زمان در ایران بزرگ بودن جشن میگیرن، در ایران اینا سعی کردن نوروز رو نابود کنن، نتونستن. یکی از این ترانه هایی که به مناسبت نوروز من گوش میکردم ترانه ایست که یک دختر تاجیکی، گفتن قبلا ازبک بوده ولی فکر نمیکنم ازبک بود، تاجیکه، که میگن یک قمر جدید پا به عرصه وجود گذاشته. این ترانه ای رو که از خانم مرزیه، این خواننده تاجیکی، میخونه گوش کنید همیهنان گرامی، ببینید چقدر زیبا اینو خونده و بعد به ادامه برنامه بپردازیم. خب همیهنان گرامی گوش کردید، چقدر زیبا خوند و یه امید جدیدی در زمینه موسیقی ایرانی که یک قمر دیگری اونتا این بار در تاجیکستان خلق شده. گفتگو میکنم در برنامه امروز مطابق معمول پنجشنبه ها با حسن اردشیر، حسن زارزاده اردشیر، دوست بسیار گرامی من، دانشجوی فعال در زمینه حقوق بشر، در زمینه مسائل مختلف دانشگاهی. همین گرامی، همه شما حسن زارزاده اردشیر رو میشناسید و با کارهاش آشناست. آقای اردشیر درود بر شما. شما آقای فرجی عزیز و درود بر هموطنان گرامی، سال نو رو به شما و تمام هموطنانم در داخل و خارج کشور تبریک میگم و امیدوار هستم که سال خوبی در پیش داشته باشن و سال آزادی باشه و همه ما در این سال شاهد این باشیم که مردم ایران به حقوق خودشون برسن و در سالهای آینده سالهای شاد و سالهای خوشحال کننده و پیروز رو ببینن. من آقای فرجی این آهنگ رو که گوش میکردم الان شما گذاشته بودید، این بلبل که میگفت، من یاد خطه آذربایجان افتادم. بله. و علاقه من بودم که به زبان آذربایجانی هم سال نو رو تبریک بگم. بگین. بله خواهش میکنم. پس اجازه بدید به همشهریان بگم که نوروز بایرامز مبارک اولسون، انشالله که بو ایلده آزادلیخ جراخ، یاخچی ایلر جراخ و شاد جونر جراخ. ساو اولاسون. خب آقای اردشیر بسیار کار قشنگی کردید. صحبت بکنیم راجع به این فعالیت‌های دانشجویی و این چند نفری که در ایام نوروز این رژیم سعی کرد که با آزاد کردن موقت اونها یک مانوری کرده باشه که بله این رژیم به فکر خانواده هاست. راجع به این مسئله، از این دانشجویانی که در زندان ها بودن چند نفر آزاد کردن به طور موقت؟ آقای فرجی دانشجو رو که آزاد نمی کنن، دانشجو که زندان میبرن آزاد نمی کنن. بله درست. و الان من میبینم که بسیاری از دانشجویان عزیز ما بعد از 3 سال و تعدادی از اونها 4 و 5 ساله که نوروز رو در پشت میله های زندان هستن، تعدادشون زیاده و
بهتره که اسمشون رو نگم، وقتتون کمه، بذارید بگم، چون وقتی نمیگم آقای فرجی و برنامه تموم میشه. بگیم وقت داریم، بگیم. این جوانها، این دانشجو، اینا کسانی هستن که واقعا با سن کم زحمات زیادی کشیدن، تلاشای زیادی کردن و به هر حال به خاطر ماها پشت میله های زندان هستن. سعید جلالی فر، کوهیار گودرزی، فرشته شیرازی، امید کوکبی، آرش صادقی، حسن اسدی زیدآبادی، علی ملیحی، عرض میکنم که مجید توکلی، بهاره هدایت، شبنم مددزاده، ضیا نبوی، مجید دوری، حامد امیدی، عرض میکنم که مهدی خدایی، حسین رونقی ملکی، مهدی گلرو، عاطفه نبوی و تعداد دیگر. اینها الان سال هاست که پشت میله های زندان هستن، مثل بهاره هدایت 5 سال در نوروز در زندان بوده و من هیچ کدام از این دانشجویان فعالی که در این چند سال نقش قابل توجهی در فعالیت های اجتماعی داشتن و برای پیگیری مطالبات دانشجویان و مردمشون تلاش میکردن، نمیبینم که الان در میان کسانی باشن که آزاد شده باشن و چه بسا که در سال جدید بر اینها در داخل زندان سختگیری هم میکنن. زمانی این سختگیری ها کم میشه، زمانی این فشارها کم میشه که ما در بیرون از زندان به نفع اونها فعالیت و تلاش بکنیم. هر وقت ما حرکتی کردیم، فشاری آوردیم، قدمی برداشتیم، فشار بر این جوانان. آقای اردشیر ببخشید، آقای سامان، این صدا خیلی زیاده، من اصلا صدا میاد تو میکروفون. خواهش میکنم به این دوستان بگید که خدا آرومتر صحبت کنم. بفرمایید، ببخشید. خواهش میکنم، عرض میکردم که آقای فرجی، هر موقع که ما در بیرون از زندان تلاشی کردیم برای حمایت از این دانشجویان دربند، فشار بر اونها در زندانها کمتر شده. وقتی که سکوت میکنیم، اقدامی نمیکنیم، فشار بر اونها زیاد میشه. در حال حاضر که به این دانشجویان جوان عزیز کشور ما، به این دختران و پسران شجاع مرخصی داده نشده، اجازه ندادن که در نوروز در کنار خانواده هاشون باشن، با این توضیح که در قوانین جمهوری اسلامی البته این حق زندانی است که از مرخصی استفاده بکنه، جدا از اینکه این افراد به ناحق در زندان هستند و جدا از اینکه به هر حال حقشون هست و حق انسانیشون، این حق قانونشون هم هست. اون چه که ما الان میتونیم برای اینها انجام بدیم و بسیار حائز اهمیتی که من هفته گذشتم عرض کردم خدمت هموطنان گرامی، به خصوص اونایی که در خارج از کشور هستند، این است که کارت تبریک نوروزی بفرستن به خانواده هاشون یا به این دانشجویان دربند در داخل زندان. اگر آدرس ندارن، اگر براشون سخته، با من تماس بگیرن یا دوستان من در کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و مرکز بین‌المللی حقوق بشر که ما فعالیت میکنیم، حتما آدرس ها و شماره تلفن ها و هر چیزی که میخوان رو در اختیارشون خواهیم گذاشت. اگر میخوان به یک خانواده در سال جدید در نوروز کمک مالی بکنن، حتما ما اطلاعاتش رو در اختیارشون خواهیم گذاشت و بهترین ایدی الان همینه. تماس بگیرید با خانواده ها و تبریک بدید، بگید، اعلام همبستگی بکنید، بهشون روحیه بدید و این فشارهایی که جمهوری اسلامی به این دانشجویان، به این جوانان، به این خانواده ها وارد میکنه، شما میتونید با تماساتون کمتر بکنید و این کاریست که ما الان میتونیم انجام بدیم. یه بحثی هم راجع به بقیه زندانیان سیاسی من لازمه که انجام بدم. البته به دانشجویان هم ارتباط پیدا میکنه، چون خب به هر حال آقای فرجی، دانشجویان هم بخشی از زندانیان سیاسی هستن و در زندان در شرایط بسیار سختی به سر میبرن. در چند روز گذشته البته همونطور که شما اشاره کردید، بحث مرخصی ها بود که به یه تعدادی مرخصی بدن و به تعدادی هم دادن، البته چند نفر که
کبریت بی خطر هستن مثل اصلاح طلبا، اینها رو بهشون مرخصی دادن و یه تعدادی هم در شهرستان ها و این ور اونور که خب حکماشون تموم شد یا داشت تموم میشد و یا اینکه گوشه گیر شدن در زندان زیر فشار هستن و تلاشی نمیتونن انجام بدن، یا اینکه به تعدادی هم البته به دو سه نفر هم مثلا از زندان مهد کلای بابل مرخصی دادن، که خب این آمار بسیار قابل توجهی نیست و تعداد اندکی است که در واقع همونطور که شما اشاره کردید یک مانوری هست که جمهوری اسلامی به اون دست زده. به عنوان مثال ببینید در زندان رجای شهر کرج که الان مهمترین زندان سیاسی کشور است، زندان رجای شهر کرج یا همون گوهردشت سابق، که در شب عید قرار بود که زندانیان سیاسی 10 دقیقه هر کدام با خانواده تماس بگیرن و رئیس زندان هم موافقت کرده بود و مقاماتشون مقاومت قبول کرده بودن که این اتفاق بیفته، ولی حفاظت زندان این رو به 3 دقیقه کاهش داد و جالب اینجاست که وقتی که اینها رو بردن که با خانواده هاشون تلفنی صحبت بکنن، قبل از 3 دقیقه یعنی وسط مکالمه تلفن‌ها رو قطع می‌کردن، که مجید توکلی یکی از دانشجویان زندانی هم با ماموران زندان درگیری لفظی پیدا کرد چون در حال صحبت با مادرش بود و تلفن او رو قطع کردن. ببینید تلفن حق زندانی، یعنی قانوناً باید هر روز بتونن با خانواده‌شون تماس بگیرن، نه اینکه اینها رو محدود بکنن و شب عید هم حتی اجازه ندن که با خانواده‌شون درست حسابی صحبت بکنن. یعنی ببینید این نحوه اجازه دادنشون که بتونن چند دقیقه با خانواده‌شون صحبت کنن هم همراه با زجر دادن و شکنجه کردن. یعنی هیچ چیزی بدتر از این نیست که شما با مادرت صحبت بکنی وسط مکالمه تلفن شما رو قطع کنم، اون هم در شرایطی که تلفن‌ها همه کنترله و خودشون شماره ها رو میگیرن و به یه مرکز دیگری وصل میکنن که اینها شنود بشه و اینا رو ضبط کنن ببینن که این در این گفتگوها چی میگذره. و جالبه که این زندانیان در حال تحقیقات نیستن، زیر بازجویی نیستن، در انفرادی نیستن، در بند عمومی هستن، دارن زندگی میکنن و از کوچکترین حقوق اینها رو متاسفانه محروم کردن. از طرف دیگه قبل از عید تعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجای شهر درخواست مرخصی داده بودند که متاسفانه با این مرخصی ها مخالفت شد و الان تقریبا میشه گفتش که سومین سال پیاپی هست که دارن با زندانیان سیاسی به این شدت برخورد میکنن. قبلا باز تک و توک به یه تعدادی از زندانیان مرخصی میدادن، ولی الان تو این 3 سال من نمیبینم که به هیچ عنوان این اتفاق بیفته مگر به یک سری افراد خاص این رو در واقع اعطا بکنن. مثلا الان در زندان رجای شهر کرج آقای مهندس حشمت الله طبرزدی هست که البته ایشون از در زمره افرادی است که به هیچ عنوان درخواست مرخصی نمیده، یا آقای احمد زیدآبادی هست و کسانی دیگر که به هیچ عنوان حاضر نیستن به اینها مرخصی بدن. خالد هردانی هم خودش هم خانوادهش درخواست مرخصی کرده بود، ابتدا پذیرفته بودن ولی بعد این مرخصی رو قبول نکردن و همینطور زندانیان سیاسی دیگر در این زندان بیش از 50 نفر در زندان رجای شهر در بند عمومی به سر میبرن که به هیچ کدام اینها مرخصی نوروزی اعطا نشد آقای فرجی، و این در حالیه که جمهوری اسلامی میخواد به نوعی وانمود بکنه که شب عید به زندانی مرخصی داد. آقای فرجی هست. آقای اردشیر گرامی، مسئله کلی اینه که شما تو فعالیت‌های دانشجویی هستید میدونید، مسئله کلی اینجاست که اینها اگر ترس نداشته باشن، اگر از این جنبش‌های دانشجویی واهمه نداشته باشن، این برخورد خشن و بیمارگونه رو انجام نمیدن. من بارها با آدمایی که صحبت میکنم و در مورد مسائل ایران میشینیم بحث میکنیم، من همیشه میگم هر چقدر رژیم بیشتر دست به خشونت میزنه، نشانه ترس بیشترش از مردم، به غیر از این نمیتونه باشه. وگرنه تا این اندازه، تا این درجه سبویت و ددمنشی راجع به یه مملکت، مردم این یه مملکتی، نشانه ضعف
کلی یک رژیم برقیده. موافقین با این نظریه من؟ بله 100% همینطوره. این جوان ها هستن که در واقع به نظر من در ایران در خط مقدم فعالیت های انسانی قرار دارن و برای تحقق حقوق مردم ایران دارن تلاش میکنن. در هر دوره هر اتفاقی افتاده، هر حرکتی شده، بیشترین برخوردها با جامعه جوان و دانشجو بوده، بیشترین دستگیری ها در ارتباط با دانشجویان بوده و الان هم همونطور که اسماشون رو خوندم تعداد زیادی هن. بیشترین حجم زندانیان سیاسی هم دارن تشکیل میدن این جامعه جوان. الان مثلا یکی از اقدامات درخشانی که جامعه جوان داره انجام میده و بسیار به نظر من حائز اهمیت هست، همین کمپینی که جدیداً راه انداختن به اسم کمپین از ایران برای صلح و دموکراسی، که یه کمپینی هست، یه حرکتی هست که در پاسخ به پیام صلح و دوستی تعدادی از جوانان اسرائیلی راه اندازی شده، که میدونید که یک معلم اسرائیلی آمد یک پیامی داد به ایرانیان که ما ایرانیان رو دوست داریم و نمیخوایم به ایران حمله بشه اینا، و بعد این پیام رو مردم اسرائیل، جوانان اسرائیل گرفتن و هر روز یک نفر چند نفر اومدن این پیام رو تکرار کردن، توی فیسبوک گذاشتن، در وبسایت ها گذاشتن و این مورد توجه حتی رسانه ها قرار گرفت، در روزنامه ها چاپ شد و الان چند روزه که جامعه جوان و فعالان دانشجوی ایرانی هم اومدن پاسخ دادن و یک کمپین مشابهی رو راه اندازی کردن به نام کمپین از ایران برای صلح و دموکراسی، و هر روز تعدادی از فعالان جوان دانشجویان عکساشون رو میذارن و زیرش هم مینویسن که ما هم ایرانی ها رو دوست داریم، ما هم دنبال دموکراسی و صلح هستیم، ما دنبال بمب هسته‌ای و جنگ و این حرفا نیستیم. در واقع ببینید این جامعه جوونه که این تابو رو میشکنه و وارد گفتگو با مردمی میشه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه اون رو به عنوان دشمن معرفی بکنه برای در واقع استمرار حاکمیت خودش، و از زمان انقلاب اسلامی یک چنین حرکتی در واقع نظیر نداشته که جوانها بیان و یک چنین اقدامی رو، در واقع کسی بیاد چنین اقدامی رو انجام بده که الان جوانها دارن انجام میدن و تمام تابوها رو میشکنن و حرکت مدرن و پیشروانه رو دارن انجام میدن، و جمهوری اسلامی از حرکت مدرن جامعه جوان بسیار حراس داره و به خاطر همین هم هستش که دروس انسانی رو میاد از دانشگاه ها حذف میکنه، با دانشجویان برخورد میکنه، مسائل انضباطی رو حاکم میکنه، به دختر و پسر گیر میده و مسائل زیادی که متاسفانه جامعه جوان ما با اون گریبانگیر هست. ولی مسئله اینه که دنیا عوض شده. امروز نمیشه دانشجو و جوان رو کنترل کرد و او رو محدود کرد. هر چقدر هم تلاش بکنن که او رو در حصار قرار بدن، این عملی نخواهد بود، برای اینکه مرزها در نمدیده شده و ملت‌ها دارن یواش یواش به همدیگه نزدیک میشن. همونطور که من امروز در تورنتو نشستم، از طریق کامپیوتر بدون احتیاج به ماهواره دارم با شما در لس آنجلس گفتگو میکنم و هموطنان ما در داخل کشور پیام ما رو میشنون، میبینن، تصویر ما رو میبینن. این در واقع قبلا وجود نداشت. این دنیا رو نمیشه با کنترل، با سرکوب، با محدودیت در واقع در حصار قرار داد، و جامعه جوان هم در داخل کشور حرکت مدرن و پیشروانه‌ای رو شروع کرده که تسلیم حرکت‌های در واقع سرکوبگرانه مقامات جمهوری اسلامی نخواهند شد. من از بقیه جوان‌ها و دانشجویان هم می‌خوام که از این کمپین صلح و دوستی حمایت بکنن. دو تا ملت، دو تا مردم وارد گفتگو با هم شدن و در واقع کمک می‌کنن برای برقراری صلح و حقوق بشر و دموکراسی. بسیار سپاسگزارم آقای اردشیر نازنین. تا هفته آینده که مجددا با هم دیگه صحبت میکنیم. تشکر میکنم آقای فرج. سال خوبی ده. خب خانم آقایان، همیهنان گرامی، وقت برنامه من داره به پایان میرسه. در انتهای برنامه بار دیگر به این موضوع اشاره میکنم که همکار بسیار گرامی و دوست عزیز من حسین مهری کتاب دوم خودشو به اسم 120 روایت منتشر کرده. کسانی که مایل هستن این کتاب بسیار ارزنده رو سفارش بدن از هر جای جهان به جز ایران البته، یا نمیدونم اگر ایران باشه به یه وسیله دیگه از طریق دوستاتون میتونید خریداری کنید. برای کسانی که در ایران میخوان بفرستید، بفرستید. میتونید به شماره تلفن 310-207-1969، تکرار میکنم، تلفن آقای حسین مهری برای سفارش کتاب 120 روایت، 310
207 1969 میتونید تلفن بکنید و کتاب آقای مهری رو سفارش بدید. بسیار سپاسگزارم همیهنان گرامی که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه آینده که روز دوشنبه ساعت 8:30 شب به وقت لس‌آنجلس خواهد بود، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.